الحمدلله لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله علی آله آل الله واللعن الدائم علی أعدائه معداء الله بارزو سعادت و خوشبختی و توفیق برای همه عزیزان که به این مباحث توجه می همان گونه که در جریان هستید بحث درباره مفهوم شرط هست و برای مفهوم شرط مباحث مختلفی مطرح هست و یکی از بحث ها این است که اگر ما چند جمله شرطیه داشتیم ولی برای همه این جمله های شرطیه یک دانه جزا را بیان کردیم خب در این صورت این جزا یا به گونه هست که قابل تکرار شدن هست و یا به ای هست که قابل تکرار شدن نیست در صورتی که قابل تکرار شدن نبود در جلسه گذشته درباره آن بحث کردیم که تاروز پیش می آمد بین منطوق یک دلیل و یک جمله شرطی با مفهوم دلیل دیگر و برای رفع این تعارض ناگزیر شدیم که از یکی از ظهورهایی که در جمله شرط وجود داره باید دست برداریم که اون هم از ظهوری که جمله شرط در انحصار سببیت داره ما رفیت کردیم در واقع وقت دو تا دلیل یا دو تا شرط داریم هر کدام از این شرطها را با شرط را به عنوان یک شرطی که می شود هم به اون عمل کرد هم به بدیل و جایگزین اون عمل کرد خب این بحثش در جلسه گذشته تمام شد مورد دوم در جایی هست که تعدد شرط و وحدت جزا را به همراه داره ولی این وحدت جزا به گونه هست که می شود این جزا را چند بار تکرار کرد خب در بحث غسل ما این مثال را زدیم که اگر شرط در یک جمله این باشد که اگر شما دست به میت زدید غسل کنید یک جمله شرطی داریم که اگر نظر به گردن شما تعلق گرفت باید غسل کنید و یک زمان هم مثلا شرط این است که وقتی شما جنوب شدید باید غسل کنید خب همه این سه تا شرط سه چیز هست ولی غسل کردن یک امر هست ولی این غسل کردن به گونه هست که میشه این رو تکرار کرد خب در این صورت ما باید توجه داشته باشیم که یک مرتبه ما به این شرط های متعدد که در جمله های متعدد ذکر شده است نگاه میکنیم وقتی میبینیم قرینه و دلیل خاصی داریم بر این که هر دو شرط یا هر سه شرط به عنوان جزء سبب مطرح است یعنی هر کدام به عنوان سبب مستقل مطرح نیست هر کدام یک بخشی از این سببیت را بر عهده دارد در این صورت وقتی به عنوان جز سبب مطرح هست مثلا وقتی میگه ازا توزع فصله یا ازا استقبلته فصله خب میگه وقتی وضوع گرفتی نماز بخوان وقتی رو به قبل استادی نماز بخوان وقتی لباس ساتر داشتی نماز بخوان خب همه این شرط های متعدد نماز خواندن واحد رو به دنبال دارد خب وقتی به این شرط ها نگاه میکنیم میبینیم اینا هر کدام جزء سبب هست یعنی تنها به خاطر یک وضو گرفتن نماز واجب نمیشه تنها به خاطر لباس ساتر داشتن همین گونه است بلکه هر کدام این اسباب باید همه با هم جمع بشوند و محقق بشوند بعد از آنی که همه با هم بود حالا باید یک نماز رو به جای آورد خب اگه این گونه باشد که دیگه محل بحث نیست به خاطر اینکه اینجا همه این شرایط همه این اجزا باید محقق شوند تا این جزا بر آن بار بشود اما صورت دوم این است که ما از دلیل مستقل و دلیل جداگانه می فهمیم که هر کدام از این شرط هایی که در جمله های شرطی متعدد بیان می شود هر کدام به عنوان یک سبب مستقل مطرح هستند حالا چی قائل با مفهوم شرط باشیم چی نباشیم وقتی ما برای هر کدام از این جمله های شرط یک شرط مستقل یک سبب مستقل رو در نظر می گیریم اینجا بحث می شود که خلاصه اگر دو تا شرط با هم در یک زمان اتفاق افتاد حالا یا به دنبال هم هم اتفاق افتاد خب قاعده چه حکم می کند؟ آیا باید طبق این شرایط به جزاهای متعدد حکم بکنیم یا قاعده این رو حکم نمی کند خب این یک بحث است که باید طبق قاعده این رو بحث بکنیم و یک بحث دیگر هم درباره این است که باید طبق اصول عملی نگاه کنیم که حالا اگر قاعده هم نداشتیم در صورتی که شرطهای متعدد داریم و هر کدام هم استقلال در سببیت دارند و جزاهای متعددم هم میخواهند و جزا هم به گونه که قابل تکرار شدن هست حالا اصل عملی حکمش چیه؟ اینجا باید به تعداد شرط ها جزای متعدد رو به جا بیاوریم یا نه ب... میشه به جای همه این جزاهای متعدد یک جزا رو انجام بدیم خب این محل بحث هست خب در اینجا یک بحثی که مطرح می شود این است که بالاخره معنای تداخ... یک بحثی که مطرح میشه اینه که آیا این سبب های متعدد و سبب های مستقل هر کدام جزای خاص خودش را لازم دارد یا نه می توانیم ما در بین این اسباب متعدد تداخل ایجاد کنیم همه اسباب را کنار هم بگذاریم و بعد بیاییم برای همهشون یک جزا رو انجام بدیم خب یک بحث تداخل اسباب مطرح هست و یک بحث تداخل مسببات مطرح هست معنای تداخل اسباب هم این است که ما همه اسباب های متعدد رو جمع می کنیم که همهشون یک تاثیر داشته باشد و همهشان هم اثر یک،, یک اثر رو به همراه داشته باشد اگر این گونه بود خب ما معتقد میشیم به تداخل در اسباب در بحث تداخل در اسباب خب ما دلیل های گاه دلیل های داریم که در اونجا چندین سبب اگر در کنار هم مطرح می شوند بالاخره در همدیگر ادغام می شوند و سببی جزای واحد می شون. مثلا ما در بحث غسل داریم که اگر چندین غسل به گردن انسان تعلق گرفت در کنار اونها غسل جنابت هم وجود داشت حالا ما می توانیم همه این غسل ها را که چندین غسل چندین سبب مثلا وجود داره یکی سبب جنابت هست یکی سبب میت هست یکی سبب نظر هست یکی سبب های دیگه هم ممکنه وجود داشته باشد خب اینجا ما می توانیم حکم بکنیم به تداخل در اسباب که بگیم همه اینها را یک سبب حساب میکنیم و برای همه هم یک غسل انجام میدیم که از همه کفایت میکند. خب گاه دلیل داریم خب طبق دلیل عمل میکنیم. گاه دلیل داریم که نباید ما تداخل اسباب داشته باشیم اونجا هم باید حتما طبق همون دلیل عمل بکنیم. اما در یک جایی که نمیدانیم واقعا اینجا تداخل اسباب وجود دارد یا وجود ندارد این محل، بحث هست که بالاخره ما باید اینجا چکار بکنیم آیا حکم بکنیم طبق مقتضای قاعده به تداخل اسباب یا حکم بکنیم به عدم تداخل اسباب اگر حکم به تداخل اسباب کردیم یک جزا برای همه انجام میدیم اما اگر حکم به تداخل نکردیم باید به تعداد هر سبب ما جزای جداگانه ای را محقق بسازیم خب اینجا دو تا قول هست یک قول مشهور این است که خوب است که ما قائل به تداخل نباشیم و قول حق هم همین است که تداخل مطرح نشود چرا؟ به دلیل این که ما درباره ظهور جمله شرطیه بیان داشتیم که وقتی جمله شرطیه به کار می رود بالاخره هر کدام از این شرط ها به گونه ظهور در استقلال دارد خب وقتی ظهور در استقلال دارد هر کدام از این شرط ها می گوید من باید مستقلا برای من جزای محقق می شود وقتی من محقق شدم جزا هم باید حتما محقق می شود خب در این صورت حکم می شه برای اینکه باید حتما جزاهای متعدد هم برای هر کدام از این اسباب محقق می شود اما از طرف دیگر ما وقتی نگاه می کنیم جزا هم خودش یک ظهوری دارد خب این ظهور جزا وقتی دقت می کنیم جزا می گوید اگر من به عنوان جزا که به دنبال یک شرط باید محقق بشوم صرف الوجود کفایت می کند حالا چند تا شرط هم اگر باشد من جزا اگر یک بار محقق شدم همین کفایت می کند برای همه و ظهور جزا چون در صرف الوجود ظهور دارد خود این ظهور اقتضای این رو دارد که باید همه اسباب در همدیگر تداخل بکنند تا یک جزا برای همه کفایت بکند حالا در تعارض شرط و جزا ما وقت نگاه میکنیم بالاخره به کدام یک از این ظهورها به ظهور شرط عمل بکنیم که تداخل اسباب را اقتضا نمی کند به ظهور جزا نگاه کنیم تداخل اسباب را اقتضا می کند حالا کدام یکی مقدم هست که عمل بشود بیان میکنه میگه که تقدم ظهور شرط خلاصه اولویت داره به دلیل اینکه در رتبه مقدم قرار داره از اسمش پیدا هست که مقدم نامگذاری شده است همان گونه که جزا هم که از اسمش پیدا هست که تابع هست و تالی برای شرط هست خب از این تقدم شرط به دست می آوریم که ما اگر ظهور شرط را مراعات کنیم این اولویت داره و سزاوارتر همینه خب وقتی به ظهور شرط نگاه میکنیم شرط میگوید هر سبب سبب مستقل هست هر شرط سبب مستقل هست و باید با تعدد شرط بالاخره سبب های مستقلی که تحقق پیدا کرده است جزاهای متعددی هم برای هر کدام محقق بشود این بحثی است که در این مطلب بیان میشه بله ظهوری که در جزا هست خب اونم یک ظهوری دارد منتها ظهور جزا بعد از آن است که ما به ظهور شرط توجه نداشته باشیم اونجا می شود به صرف ظهور جزاء جزا هم نگاه کرد اما وقت ظهور جز... شرط در واقع اون قوی هست که با عمل کردن به ظهور شرط دیگه نوبت به دقت در ظهور جزا پیش نمی آید همین که ما فهمیدیم چندین جمله شرطیه با چندین شرط که هر کدام هم ظهور در استقلالیت دارد خب ذهن ما بلا فاصله میره به سراغ این که باید چندین جزا رو معقق کنیم دیگه ما به ظهور جزا نگاه نمی کنیم که او اقتضا دارد که من صرف الوجود اگر معقق شد کفایت می کند خب اینم به دلیل این هست که بالاخره ظهور شرط مقدم هست و با ظهور شرط بخوایم عمل بکنیم دیگه این تداخل اسباب لازم نخواهد آمد خب اینم یکی از مباحثی که مطرح هست و این رو هم بخوانیم انشاءالله تا برسیم به تداخل در مسببات که بحث جداگانه هست و اون رو در درس دیگری باید مطرح بکنیم خلاصه این درس این شد که در صورت تعدد شرط یعنی جمله های شرطی متعدد داریم جزا واحد هست اما جزای واحد ما قابل تکرار شدن هست حالا بحث میکنیم که آیا باید به این تعدد شرط به همون اندازه تعدد جزا هم داشته باشیم یا نه می توانیم در بین این شرط های مختلف تداخل در اسباب را قائل بشویم که همه را در ضمن یک شرط لخره وقتی محقق ساختیم جزای واحد هم برای همه کفایت کند یا نه ما نباید به تداخل اسباب نظر بدیم به تعداد شرط و به تعداد سبب مستقل باید جزای مستقل هم محقق بسازیم که قول حق این شد که در تداخل در اسباب وقتی ما هیچ دلیل نداشته باشیم حق این است که ظهور استقلال شرط حکم میکنه که برای هر شرطی باید یک جزای جداگانه محقق بشود و تداخل در اسباب پیش نیاید اما این که در مسبب میتوانیم ما تداخل بکنیم که حالا سبب های متعدد ما را ملزم میکنه که باید جزاهای متعدد انجام بدیم آیا این جزاهای متعدد رو می توانیم در قالب یک جزا انجام بدیم یا نه اون بحثی است که انشاءالله در جلسه دیگر بحث خواهیم کرد و اما نحو الثانی خب قسم اول که اونجا جزا به گونه بود قابل تکرار شدن نبود اما قسم دوم شرط متعدد جزا واحد اما جزا از قبیل جزای قابل تکرار شدن هست و هو ما ازاکان الجزا قابلا لتکرار فهو علا صورتین خب این رو هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم به دو شکل قابل تصور هست یک ایف با تبید دلیل این, این کل من الشرطین جزء و سبب خب یک مرتبه است که ما به دلیل ثابت میکنیم که هر کدام از این دو تا شرطه که در دو جمله شرطیه به کار رفته هر کدام جزء سبب هست یعنی سبب مستقل نیستن جزء سبب هست ولا کلام حین از این فی ان الجزاء واحد خب اینجا ما به دست میاوریم بسیار واضح و روشن که وقتی دو تا شرط هر کدام پنجا در صد نقش داره در سببیت وقتی دو تا با هم یک جا شد سبب واحد شکل میگیره که جزای واحد را هم لازم داره خب بحث این است در این که جزا در اینجا حتما یک بار انجام می شود که اونم حاصل می شود این در حصول شرطین معن که وقتی اون پنجا پنجا با هم جمع شدن یک سبب رو محقق ساختن اون جزا هم در نزد حصول هر دو شرط با هم محقق خواهد شد این یک صورت هست و صورت دوم این است که ایس با من دلیل مستقل او من ظاهر دلیل شرط ان کل من شرطین سبب مستقل یک مرتبه ما به دست می آوریم حالا از بیرون یا از خود دلیل شرط از خود این دلیل های شرطی که در دو جمله بیان شده می فهمیم که هر کدام از این دو تا شرط سبب مستقل هست یعنی هر کدام استقلال دارد در سببیتش برای تحقق جزا حالا سواء اون کان القضیت شرطیه مفهوم عملا یکون فعلا ما به مفهوم شرط هم کار نداریم ما به چند تا جمله شرطیه کار داریم که هر جمله شرطیه هم اقتضای این رو دارد که هر شرط خودش سبب مستقل برای تحقق جزا هست خب حالا اگر این گونه بود فقط وقع الخلاف فی ما از و وقع شرطین من فی وقت واحد او متعاقبین ان القاعده ایجا شه این تقتزی اگر این گونه بود اختلاف اینجا پدید می آید که اگر دو تا شرط با هم در یک زمان اتفاق افتاد مثال زدیم در این که یک شخص در یک لحظه هم جنوب شد هم مثلا مسیح انجام داد خب حالا این دو تا شرط در یک لحظه اتفاق افتاده او متاقبین یا به دنبال هم اول مثلا مسیح انجام داد بعد مثلا جنوب شد خب این یک پشت سر هم انجام شد قاعده چی رو اختزا می یعنی اینجا باید بحث کنیم که حل تقت از تداخل الاسباب یا آیا اختزا می قاعده که ما بین این دو تا سبب مستقل تداخل کنیم فیکون و لها جزا واحد بعد بگیم هر دو سبب یک در دیگری ادغام شده و اقتضا می یک جزا را کما فی مثال تداخل موجبات الوزو چنانچه که در بحث موجبات وضو ما این رو داریم که من خروج البول اول قائد و نوم و نحوه ما وقتی هر کدام اینا رو نگاه میکنیم میبینیم هر کدام سبب های خروج بول سبب تحقق وزو. باید وضو گرفته شود قائد اگر خارج شدم همین گونه خواب اگر پیش آمد بازم برای هر کدام باید ما یک وضوی بگیریم منطقه دلیل داریم بر این که هر سه تا هم اگر با هم شد اینا رو در هم ادغام میکنیم برای همهشون یک وضو میگیریم این کفایت میکند خب آیا این گونه است که باید اسباب را در همدیگر تداخل برایشون ایجاد کنیم ام تقت از عدم و تداخل یا قاعده اقتضا میکند که ما تداخل ایجاد نکنیم فای تکرار و به تکرار شروط به تعداد شرط های متعدد جزا را هم باید متعدد به جا بیاریم کما فی مثال تعدد وجوب سلات به تعدد اسباب این دخول الوقت الیومیه و حصول الایات چنانچه ما در بحث نماز داریم مثلا که اگر اسباب این نما، نماز های متعدد در شرط های مختلف مثلا یک مرتبه است میگه نماز آیات بر ما اگر خصوف و خصوف رخ داد مثلا باید نماز خوان یک مرتبه نماز های یومیه را باید خوان خب اینجا وقتی نگاه میکنیم هیچ تداخل اسباب نمیشه انجام داد که بله نماز یومیه را با نماز آیات و نماز نظر و خیلی چیزهای دیگه اینا با هم تداخل بینشان ایجاد بکنیم این گونه نمیشود حالا سوال این شد که بالاخره تداخل در اسباب قاعده می میکند یا نمیکند خب اقوال اقول لا شبهه فی انه اذا ولد دلیل خاص ل تداخل او عدمه وجب الاخذ بذلك دلیل. خب حرفی اصلی این است که اگر ما دلیل خاص داشتیم که تداخل بشود یا نشود اگر بگوید تداخل بشود باید تداخل کنیم اگر گفت نشود باید تداخل نکنیم خب طبق اون دلیل باید عمل کنیم در این بحثی نیست و اما ما عدم ورود دلیل خاص فهو محل الخلاف اما اگر دلیلی بر تداخل و عدم تداخل نداشتیم اینجا اختلاف هست حق این است که قاعده در اینجا اقتضا میکند عدم تداخل را این حرف نهایی است که بالاخره ما نباید قائل به تداخل در اسباب بشویم بیان این حق اینه ان لکل شرطیتین ظهورین برای هر جمله شرطی دو تا ظهور وجود دارد یک ظهور و شرط فیها فی الاستقلال به سببیت یک ظهور شرط در جمله شرطیه در استقلال به سببیت هست که هر جمله شرطیه میگوید این شرط سبب مستقل است و هاذ از ظهور یک تزی ایت عدد الجزاف شرطیتین خب این دو تا شرط وقتی هر کدام سبب مستقل هست اقتضا میکنند که جزا هم به تعدد شرط متعدد بشود که این موضوع بحث ما هست فلا تداخل فلا تداخل الاسباب که در اینجا دیگه اسبابا با هم تداخل نمی کنند. خب یک مرتبه است که ظهور الجزا فیها فی ان متعلق الحكم فی صرف الوجود اما وقتی به این جمله شرطی نگاه میکنیم یک ظهور در جزا وجود دارد خب شرطش تداخل اسباب رو اقتضا نداشت اما ظهور در جزا رو وقتی نگاه میکنیم در جمله شرطیه او میگوید که متعلق حکم در جزا صرف وجود هست یعنی وقتی شرط محقق شد صرف این وجودی جزا باید محقق بشود ولما کان صرف و لا یمکن ان یکون محکوما به حکمین اما وقتی صرف و شی امکان ندارد که محکوم به دو حکم باشد فیقت از ذلک ان یکون لجمیع الاسباب ان واحد چون صرف و شی دیگه نه تعدد میپذیرد نه تکرر میپذیرد نه دو تا حکم رو میپذیرد اینجا حکمش اینه که باید همه این اسباب ها در هم تداخل بکند تا سبب تحقق یک دونه جزا بشود و حکم واحد این در فرض ها که همه این شرایط و همه این اسباب ها وقتی جمع شدن باید یک حکم یا یک جزار محقق بکنیم فتداخل الاسباب وقتی این تداخل پیش میاد بنابراین در زور جمله شرطی نگاه میکنیم خب ظهور شرط میگوید قاعده میگوید بر اساس ظهور شرط که تداخل پیش نیاید به ظهور جزا وقتی نگاه میکنیم قاعده میگوید که تداخل باید محقق بشود حالا و علاها اضافه و تنافی بین هازین ظهورن در یک جمله شرطیه نصفش میگه تداخل نشود نصفش میگه تداخل بشود وقتی این تنافی پیش میاید فیضا قدم نزهور نز الاول لابود در نقول به عدم تداخل اگر ما آمدیم ظهور شرط رو مقدم دانستیم باید عدم تداخل را در نظر بگیریم و اذا قدم نظهور از اما اگر آمدیم ظهور جزا را در واقع مقدم کردیم باید بگوییم که تداخل باید صورت بگیرد فایهما فا اولا به تقدیم حالا به کدام ما حکم بکنیم بهتر هست والارجح جهنم الاولا به تقدیم ظهور شد الا ظهور الجزا بهتر اینه که ما ظهور شرط رو مقدم بداریم بر ظهور جزا چرا چون جزا معلق بر شرط هست فهو تاب اون لهو ثبوتا و اثباتا خب جزا وقت معلق بر شرط هست هم در مقام ثبوت یعنی در مقام تصور کی وقت کسی این جمله را تصور کرده است که این جزا بر فرض تحقق شرط باید محقق می شود در مقام ثبوت همین گونه است در مقام اثبات هم همین گونه است که این در خارج هم ما بخوایم جزا را محقق کنیم در صورت محقق می کنیم که شرط محقق شده باشد لذا این جزا در ثبوت و اثبات در عالم ثبوت و هم در عالم اثبات تابع شرط هست فاین کان واحدن کانل الجزا واحدن خب این تابع خب در همه جا باید تابع باشد اگر نگاه میکنه شرط متعدد هست اینم باید متعدد باشد اگر میبیند که او واحد هست شرط اینم باید واحد باشد و ازاکان المقدم متعددن خب حالا بر فرض این که این مقدم متعدد هست بر حسب فرض که ظهور دو تا شرط رو داریم ظهور شرطیت این رو داریم که نه هر کدام سبب مستقل هست کان الجزا طبعا له باید جزا هم تابع اون متعدد باشد و علیه الله یستقیم للجزا ظهورون فی وحدت المطلوب خب در این صورت دیگه ظهوری در وحدت مطلوب برای جزا صحیح نیست فیخرج المقام عن باب تعارض بین الظهورین که اینجا دیگه باب از باب تعارضی بین دو تا ظهور خارج میشه بل یکون ظهور فی تعداد رافعا للظهور فی الوحده بلکه حتی اون ظهوری که در شرط هست که سببی استقلال هست و تعدد را میخواهند اون ظهور که سبب تعدد هست رافع ظهور در وحدت هست که ظهوری در جزا باشد لان ظهور فی الوحده لا یکون الا بعد فرض سقوط ظهور فی تعداد چون ظهور در وحدت زمان معنا پیدا میکند که ما ظهور در تعداد را ساقط بدانیم بگیم مثلا شرط دلالت بر تعداد نمی کند او بعد فرض عدمی یا این که بگیم اصلا چنین تعدد وجود ندارد اما مع با وجود این تعداد دیگه فلا یعنی و فی الوحده دیگه برای جزا ظهور باقی نمیماند تا این ظهور جزا با ظهور شرط با هم تعارض کند تعارضی نیست اصلا ظهور جز... شرط کاملا مقدم هست و با وجود ظهور شرط به ظهور جزا اصلا توجه نمی شود پس قاعده در این مقام عدم تداخل هست و این مذهب حساتین علمای اعلام قدس الله اسرارهم که اونها قائلن بر این که در این صورت ما تداخل اسباب را نباید حکم بکنیم بلکه به تعدد شرط باید به همون مقدار به تعدد جزا حکم بکنیم حالا بحث در باره تداخل مسببات و مباعث باقی مانده را انشاءالله در جلسه دیگر خدمت شما خدمت شما تقدیم خواهم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء